سلام به شما بینندگان عزیز برنامه تاک شو و سلام به شما شنوندگان عزیز که صدای ما را در روی موج 107.5 گوش میکنید. شما در طی سال گذشته شاهد بودید یک چهره رو یکی دو بار من در برنامه هم دعوت کردم، البته در زوایای مختلفی با ایشون گفتگو داشتیم. در یکی از این صحبت‌های آخری محور صحبت من با این چهره، با این هنرمندی که همه میشناسیم، در خصوص یک کانون یا یک مرکزی بود برای حمایت هنرمندان خارج از کشور، به خصوص ساکنین امریکا، علل خصوص در جنوب کالیفرنیا. البته با اجازتون این چهره آقای مرتضی برجسته هستن که مهمان برنامه هستن و شاهد هستیم و شاهد بودید که در گذشته ایشون همت کردن و خانه هنرمندان باز هم با اون هدفی که برای حمایت هنرمندان باشه تأسیس کردن، ولی آنطوری که باید و شاید این کانون یا این مرکز مورد حمایت قرار نگرفت. از اونجایی که واقعا آقای مرتضی برجسته بیان کردن که هدفشون این هستش که خدمتی به جامعه هنری خارج از کشور داشته باشن، به هر حال یک بازرگان خیری در این رابطه با آقای مرتضی برجسته یک همکاری رو آغاز کردن و شاهد بودیم که در چند هفته قبل یک مهمانی بزرگی هم برگزار شد به منظور جمع‌آوری مالی برای راه اندازی این کانون. بعد از این جشن و قبل از اون هم صحبت‌هایی در حاشیه بود، صحبت‌های متعددی در همین رابطه که اقدام شده. این بار از آقای مرتضی برجسته خواهش کردم که یک بار دیگه مهمان برنامه باشن که در مورد هدف‌های این کانون و احیانا صحبت‌های حاشیه‌ای که در این رابطه به گوش میرسه و احتمالاً خوانده میشه رو با ایشون تقسیم کنیم. که سلام میدم با آقای مرتضی برجسته، خیلی خوش آمدید به برنامه تاک شو. خیلی ممنون، مرسی از شما که همیشه پشتیبانی میکنین. خواهش میکنم. و تلویزیون اصولا آقای شبقی، شما همه ممنون هم ازتون. خواهش میکنم. بالاخره این هنرمند فاندیشن به ثمر رسید و با تلاشی که خب خیلی از وکلا انجام دادن تونست به راه خودش رو پیدا بکنه. الان راه خودش رو یواش یواش داره پیدا میکنه. بله. ولی خب من به عنوان یک ایرانی، نه به عنوان یک خواننده، خیلی دلم میخواد که راجع به این مسئله یه مقدار بیشتر بشکافم قضیه رو. منظورتون اینه که بعد از اون مهمانی یا پیش از اون مهمانی حاشیه‌ای وجود داشته؟ خب شما در این رابطه اصولا ببینید خیلی طبیعیه، من نمیخوام بگم که ما تو فرهنگمون یه چیزایی هست، اصلا نمیخوام وارد اون مقوله بشم. ولی منفی بافی کار زیاد درستی نیست در بدون اینکه ما بدونیم واقعا چی شده، از کجا میاد، از کجا میره، فوری مسائل منفی رو به ذهنمون میرسونیم و میگیم که خب این واسه چی اصلا این آقا اومده یه پولی میخواد بذاره؟ این آقا آقای سمرانی. آقای سمرانی. حالا اصلا ریشه این قضیه چی بوده؟ بذارید من بگم. من این خانه فرهنگ و هنر ایران رو که افتتاح کرده بودم 13 سال بارش رو به دوش خودم کشیدم. قبول دارید، من میدونم. من نمیخوام الان گله بکنم بگم که یه سری حمایت کردن نکردن، اصلا نمیخوام وارد اون مقوله بشم. میخوام وارد مسائل قانونیش بشم. من خب 13 سال پیشتر خیلی ناآشناتر بودم با مسائل قانونی این کشور و اینکه اگر که با چند نفر وکیل و
کسانی که سررشته داشتن از مسائل بنیادها و کانونهایی که در اینجا درست میشه میتونستیم خیلی بهره دولتی بگیریم و استفاده بکنیم از مسائلی که دولت امریکا در اختیار بنیادها میذاره و میتونستم استفاده کنم. ولی خب من زیاد ناآشنا بودم و مسئله مهم بعدش هم که یواش یواش آشنایی پیدا کردم، انقدر بار فشار مالی این خانه فرهنگ و هنر شدید رو شونه من بود که همش فکر این بودم که چجوری اینو بکشم این بار. بله. تا اینکه دو مرتبه فراغ خاطر داشته باشم و برم وکیل ببینم و کارهای دولتی انجام بدیم و اینا. ولی خب 13 سال این کارو کردم. بله. هر چی هم از این ور اون ور درآمد داشتم گذاشتم اینجا. بله. جالب اینه که 3 سال پیشتر خب ما میدونیم که چهارشنبه سوریا رو خیلی با عظمت برگزار میکردم اونجا. جامل خودم بود، ساوند سیستم داشتم، استیج داشتم، ارکستر داشتم، خودم بودم، همه کاریم فضای باز داشتیم. باز داشتیم، همه کاری رو میتونستم دست و بالم باز بود انجام بدم. ولی ما تقریبا آقای سپرمن 10 دلار ورودیه گذاشته بودیم. برای این حالا میخوام یواش یواش برم که بگم ریشه این هنرمند فاندیشن از کجا شروع شد. ولی با این 10 دلار خیلی از دوستان کم لطفی میکردن، مثلا زنگ میزدن منو دمه در میخواستن ما بیایم تو، بیایم تو، مسئله نیست. یا مثلا حواس دربون رو پرت میکردن از پشت میومدن، یا فعلا اینا مسئله نیست دیگه. من واقعا دیدم به خاطر این مسئله هم اگر که من جا رو دارم، ساند رو دارم، لایت رو دارم، خودم میخونم، بچه ها مفتی میان کار میکنن اینا، ولی باز ما از جیبمون باید پول بذاریم. 3 سال پیشتر به یکی از دوستامون آقای بهمن فتی بله گفتم که بهمن جان من واقعا دیگه نمیتونم حتی چهارشنبه سوری هم دیگه بذارم. بله. گفتش که یک شخصی هست که من باش کار میکنم اینجا فلان، خیلی خیره به مطبوعاتی ها بدون اینکه اسمشو بخواد به یه کمک میکنه به روزنامه نگارا، نمیدونم به یه سری آدم هایی که احتیاج دارن بدون اینکه اسمشو بخواد بگه کمک میکنه. گفتم برای چی کمک میکنه؟ برای منم سوال شد که برای چی. یه آدم خیریه، پولش هم زیاده و بنیادهای مختلفی داره و عاشق فرهنگ ایرانه. نه. و این میخواد من یه کمکایی میکنه و تالام کرده به خیلی ها، خیلی ها کمک کرده. نه. خیلی جالبه، من نمیدونستم. گفت نه امسال حتما این چیزو بذار، چهارشنبه سوری رو شما حتما برگزار بکن و من با این آقای سمنانی اسم ایشون هست صحبت کردم، ایشون از نظر مالی به چهارشنبه سوری هم یه کمکی میکنه که بتونین این کار رو انجام بدین. خیلی جالبه، چشم، انجام میدیم. و راستش هم توقع هم نداشتم که کسی بخواد بیاد کمک مالی بکنه به ما، چون هیچ وقت هم از هیچ کس نگرفته بودم کمک مالی. بعد از اینکه این کار انجام شد، خب چهارشنبه سوری رو برگزار کردیم، ایشون یه چک 5000 دلاری برای ما فرستاد که کمک به چهارشنبه سوری. من اصلا نه این آدم رو دیده بودم، نمیدونستم چی کاره هستش، کجا هست، چه جوری اینا. خیلی برام جالب بود که یه آدمی که منو میشناسه، شاید خب البته منو میشناخته ایشون، ولی اهداف من نمیدونسته چیه. بعد ملاقات کردم با این آقا. ایشون اومد در لس آنجلس، اومد به مرکز من. پس در لس آنجلس تشریف ندارن ایشون؟ نه خیلی، ایشون در یوتا زندگی میکنه، در سالت لیک سیتی هست. ایشون یه دفعه اومدن در لس آنجلس و من ایشون ملاقات کردم و ایشون خیلی دوست داشت که من دارم این کارا رو انجام میدم و واقعا از جونم دارم مایه میذارم برای اونجا، تمام کار و وقت و زندگیمو گذاشتم. و اینم بهتون بگم آقای سپرمن، من عاشق این کار بودم. بله میدونم. اگه نبودم ولش میکردم. بله میدونم. این کار مثل کار شما، مثل این کار این تلویزیون، مثل این کار رادیو، اگه عشق پشتش نباشه این کارا به ثمر نمیرسه. درست. چون کارا پولی توش نیست، ولی عشق، من علاقه داشتم به این کار. بله. و حس میکردم که خب جامعه ایرانی باید یه سقفی برای خودش داشته باشه. نه. ولی خب
همونطوری که عرض کردم چون خیلی واقعا مشکل بود برای من، هزینه ماهیانش حدود 15 تا 20 هزار دلار هزینه ماهیانه و قسط و نمیدونم آب و برق و فلان اینا، خیلی فشار مالی روی من بود. و حدود 2 سال پیش در خانه فرهنگ رو من مجبور شدم که واگذار کنم. البته خوشحالم که یک سازمان دیگه جنسیس اومده اونجا رو گرفته برای ایرانی های محسن اونجا رو اداسته برای سالمندان. چند وقت بعدش خب من خیلی تحت ناراحتی فکری بودم که خب میدونی یه عشقی رو آدم از دست میده، درست علاقه داشتم به اون محل. دیدم که باز دو مرتبه از طریق آقای فتحی یه قرار شد که ما یه جلسه ای با آقای سمنانی بذاریم و ایشون گفتش که من دورا دور فعالیت های تو رو نگاه میکردم که چقدر زحمت کشی، یلده ها رو میذاشتی اونجا، جشن ها و تئاتر ها و فلان یه جایی بود و نمیدونستم که اونجا در این شرایط هست که میخوای ببندی اونجا رو، حالا که بسی هیچ اشکال نداره ما میتونیم کمک بکنیم بهت، من وکلایی دارم، سازمانی دارم، زندگی دارم که بیاد و این فعالیت ها رو در خارج از کشور ادامه بدیم. آقای مرتضی قبل از اینکه ادامه بدید صحبت رو یه پرانتز باز کنم به خاطر اینکه هم بینندگان عزیز ما و هم شنوندگان عزیز ما بدانن، 2-3 بار اسم آقای فتحی آمده چون برای این عزیزان ممکنه من میشناسم ایشون ناآشنا باشه، بفرمایید که این آقای فتحی اصلا پوزیشنشون موقعیتشون چیه که آقای فتحی حدود بهمن فتحی حدود 30-35 ساله که در لس آنجلس شاید بیشتر کمتر زندگی میکنه و همیشه در کارهای مطبوعاتی و در کارهای فعالیت‌های فرهنگی دخالت داشته. به همین دلیل حدود 7-8 سال پیشتر آقای سمنانی چون یه نفر رو میخواستن که اینجا در رابطه باشن با ایرانی‌ها، با مطبوعاتی‌ها، با تلویزیون‌ها، چهره‌های شناخته شده رو بشناسن چون ایشون خودش هیچ کس رو نمی‌شناسه تو این شهر. یه نفر رو میخواستن که صالح باشه و این آدم‌ها رو بشناسه و اگر کمکی میشه به سازمانی در جامعه ایرانی سیاسی، فرهنگی، هنری، هرچی هستش کمک درستی بشه. یه آدمی باشه که بشناسه اینا رو. و آقای فتحی رو در استخدام خودشون در میارن و ایشون یه پل ارتباطی میشه. پل ارتباطی میشه بین آقای سمنانی و جامعه فرهنگی، هنری و مطبوعاتی ایرانی. مرسی. خب رسیدیم به اون ملاقاتتون با آقای سمنانی. با آقای سمنانی یه ملاقاتی کردیم و ایشون گفتش که من فعالیت تو رو دنبال میکردم ولی هیچ وقت چه من به هیچ کس نگفته بودم که کمک مالی به من بکنن و این بله آقای بهمن فتحی هم تاثیرش و من به هیچ کس نگفته بودم که کمک مالی بکنه و حتی با اینکه میدونستم آقای سمنانی در رابطه با آقای فتحی هستش حتی به ایشون هم نگفته بودم که من دچار مسائل مالی هستم، برای خانه فرهنگ و هنر ایران دشواری هایی دارم. ایشون اومد گفت من خیلی متاسفم که این خانه فرهنگ فروش رفته و من میتونم فعالیت بکنیم و یک بنیاد جدید درست بکنیم با طبق قوانین امریکا و چی کار فکر میکنیم باید بکنیم. گفتم من در وهله اول خیلی دلم میخواد که بزرگداشت هایی برای کسایی که در خارج از کشور هنرمندانی، نویسندگانی، کسانی که اصولا در 7 هنر هستن در طول این 40 سال اومدن و خیلی دلم میخواسته که برای اینا بتونیم بزرگداشت بذاریم و قدردانی کنیم، کسانی که در حدود 50 سال، 60 سال در فرهنگ و هنر ایران نقشی داشتن، نقش مؤثری داشتن، از اینا اول قدردانی بشه. دیگه ممکنه خیلی ها میدونید در طول این 10-15 سال اخیر متاسفانه خیلی ها از بین رفتن، خیلی از هنرمندای مختلف در رشته های مختلف، در مطبوعات، در نویسنده ها و اینا حداقل در طول حیاتشون ازشون قدردانی بشه و کمک بشه. هنرمندای دیگه ای که هنوز وجود دارن و اینا با دشواری دارن زندگی میکنن بهشون کمک بشه، کار براشون تولید بشه، چون امکان نداره که بیان ما
بگیم که همه این آدمایی که در خارج از کشور هستن بیان حقوق بگیرن زندگیشون تامین بشه، چون اصلا امکان نداره همچین چیزی. چون به هر حال قوانین دولتی در امریکا در اروپا یه کمک‌های مالی به کسایی انجام میدن. بله که در یعنی واقعا در یک اوریج مالی باشن ولی دولت امریکا کمک میکنه. ولی ما میتونیم از نظر هنریشون کار براشون تولید بکنیم. مثلا یک آقای نویسنده هستش کتابش نمیتونه در بیاد بر اثر فقر مالی، ما کمکش میکنیم کتابشو بدیم بیرون. یه آقای هستش که کارگردانه، الان امکان اینو نداره که بیاد سالن بگیره، زندگی درست کنه، تئاتر بذاره. کمک میکنیم که این کار تولید بشه، هم برای اون شخص هم برای یه سری آدمای دیگه. یه شخص نقاشی هست، امکانی نداره که بیاد برای خودش نمایشگاه بذاره، آثارش رو بتونه بفروشه، عرضه کنه به مردم. کمک میکنیم بهش. مجله هستش، احتمال داره مثلا برای پیشبرد کارش جلد رنگی بخواد بزنه، توش درست بکنه، کارایی بکنه، کار تولید میکنیم. خب وقت شما در قبال فرض بفرمایید اون آقای کارگردان، اون آقای نویسنده و دیگران، در مقابلش چی میخوان شما؟ ما در مقابلش هیچی نمیخوان. یعنی ولی هر سازمانی آقای سپربن، هر سازمانی احتیاج به تغذیه داره. این آقای سمنانی یه مقدار کمک کرده به ما، ولی دیگه نمیتونه تا آخر عمرش که هی بیاد بگه کار رو میندازه. ما اگر برای فرض کنین فلان آقا یه تئاتری میذاریم، دستموزشو میدیم، خب طبیعتا میگیم آقا یه مقداری هم از این دستموزت به سازمان کمک کن که ما بتونیم فعالیت‌های دیگه‌مون رو ادامه بدیم. مثلا برای یک نویسنده دیگه، یه نویسنده دیگه، یه کارگردانی دیگه، یه رقصنده دیگه، یه هر چی بتونیم این کار ادامه پیدا کنه. حالا اومدی با یه نفر صداش خیلی خوبه، میگه که آقا من صدای خیلی خوبی دارم، برای من یه آلبوم بزنید. نه ببینیم ما درسته، نه درسته، اتفاقا سوال خیلی خوبی کردی. ببینید یه مقدار فعالیت‌های قبل هستش، یه مقدار فعالیت‌های آینده هستش. همه فکر میکنن که صداشون خوبه، ولی واقعا اگر یه نفر یه کار فوق‌العاده ارزنده‌ای داشته باشه، مثلا فقط نه صدا، یه کسی میاد میگه آقا من یه نمایشنامه نوشتم. بله. اون برد، ما یه برد 5 نفره داریم به نام آقایان و خانم‌ها. خود آقای سمنانی هستن. بله. من هستم، اندی هست، آقای فتحی هست و یک خانم دیگه‌ای که اخیراً قراری که به ما پیوندن، و ما یک برد علل بدل داریم در سایت، 7 نفر هستن. بله. اینا تصمیم میگیرن، اینا کمیته های مختلف میان به این بورد درخواستاشون رو میدن. بله. کمیته بر اساس این که ببینه چقدر کدومش ارجحیت داره، اینا رو تصویب میکنه و کمک میکنه و احتمالاً مثلا فرض کنید یک کتاب اگر که میخواد تولید بشه، خب این کتاب اگر فروشی بکنه یه پولی برمیگردونه به اون طرف. بله. نویسنده یه مقداری هم اگر بمونه میتونه به بنیاد هنرمند کمک بشه که دو مرتبه فعالیت دیگه ای انجام بده. بله. یا یه تئاتری یا یک شوی، یک بله. یا هر چی. حالا اومدیم آقای مرتضی برجسته، بسیار ممنون. خاطرمه که در گفتگوی قبل اشاره کردید که بعضی‌ها در یک شرایط مالی بدی قرار می‌گیرن. از نظر فرد بفرمایید هزینه زندگی، از نظر فرد بفرمایید اجاره منزلشون، یا فرض بفرمایید خدا برای هیچ کس نیاره در شرایطی قرار می‌گیرن که بین ما نیستن، ولی که اونقدر هم هزینه‌ای ندارن که پیکری ایشون رو به خاک بسپارن. اشاره کردید که در این زوایا هم یک حمایت هایی میشه. ما یکی از اهدافمون اینا بره. اساسنامه نیست، اینا اهدافه. بره. فکر کردیم مثلا یه خانه فرهنگ هنر قشنگی مثل گریک تئاتر، چون ایرانی ها واقعا استحقاق اینو دارن که یک جای قشنگ و زیبا داشته باشیم. بره. حالا اسمشو پرسپولیس بذاریم، خانه فرهنگ هنر، هر چی میخوایم بذاریم. و درست فرمودین، یکی از اهداف ما اینه که یه قطعه هنرمندان بگیریم. خیلی ها اومدن گفتن آقا اینا که تا زندن بهشون برسیم. حالا که نه، هنرمند مال خودش نیست. هنرمند حق داره که در زمان حیاتش درست زندگی کنه، تشویق بشه، پشتیبانی بشه، و زمانی که فوت میکنه این
مثل یک تاریخه بله. مثل تاریخ هنری یک مملکته که الان داریم ازش عبور میکنیم، احتمالاً 200 سال دیگه 300 سال دیگه نسل آینده بر میگرده به اینجا. مثل اینکه همین الان خب میرن توی قبرستان ظهیرالدوله بله. در ایران، فقط به خاطر اینکه مثلا هنرمندایی که اونجا خاک هستن ببیننشون، یا بهشترا هرچی بله. جاهایی که قطعه هنرمندان بله. خیلی مردم میرن بله. یا مثلا شما امریکایی‌ها رو نگاه کنین در همین وستفود خودمون بله. ناتالی وود اونجا هستش بله. اصلا ملت همینطوری میرن میگن او بریم نات بله. بعد که میرن یادشون میفته که چه خدماتی این آدم کرده، چی کار کرده بوده بله. خیلی از بچه ها اومدن مثلا به من میگفتن که ما میخوایم بگیم ما رو بسوزونن بریزن تو دریا بله. من کاملا مخالفم با این قضیه. هنرمند نباید از بین بره، حتی یک چیزی باید بمونه، درسته که اثرش میمونه، ولی یک مقبره ای، یک جایی باید باشه وقتی که مردم رجوع میکنن بگن که او مثلا این فلانی بود، این کاره کرده بود، این قطعه مال هنرمندان ایرانی هستش. یکی از اهداف ما هستش که در این قطعه رو حتما تهیه کنیم، کسایی که واقعا اگه وسع مالی ندارن. خب اینجوری که به نظر میرسه آقای مرتضی برجسته بسیار کارهای فکری قشنگی برای اهداف شما هست و به طور کلی تشکیلات شما، این صحبت‌های حاشیه‌ای چیه؟ مثلا ربط میدن آقای سمنانی ممکنه مثلا با دولتی در تماس هستش و این هزینه و این سرمایه گذاری به این خاطره و این صحبت‌ها رو ببینین در... مسائل منفی همیشه همون اوایل صحبت هم عرض کردم خدمتتون. ما قبل از اینکه بیایم مسائل مثبت و مثل اون لیوان آبه هست که نصفه هستش، میگن نصفش خالیه، نمیایم بگیم نصفش پره، اول میایم مسائل منفی رو میذاریم جلو، میگیم خب حالا این اگر اینطوری باشه چطوریه. برای ما هم این حرفا بوده. من به شخصه امتحانمو پس دادم در کارم، که یه آدمی ام که فرهنگ هنر مملکتم رو دوست دارم بله. مبارزه میکنم در حد جونم بله. که بتونم دفاع بکنم در حد توانایی خودم به عنوان یک شخص بله. یک انسان بله. اینا میان اول میگن که خب حالا این آقا پس واسه چی اومده این کاری کرده؟ چون صداقت بعضی وقتا در کار نبوده و فکر نمیکنن که یه آدمی رو عشقش میاد یه کاری رو میکنه. یه آدمی خب خیلی اصلا میرن در بیولی هیلز در مناطق خیلی بزرگ خونه های خیلی بزرگ میخرن، او مهمونی که میخوایم بدیم اینطوری بشه، خب عشقشونه، دوست دارن. این آدم عاشق فرهنگه، من عاشق فرهنگم. اندی شناسنامه پاکی داره، بهمن فتحی شناسنامهش تمیز بوده. حالا بعضیا که میان میبینن که خب حالا مسئله یه مقدار مسئله مادی اومده وسط، آقای سمنانی کمک‌های مادی فعلا کرده که اینجا راه بیفته. همون شب برنامه‌ای که حالا یک فیلم کوتاهی هم ازش بله. آوردم نشون بدیم اینجا، این اون شب حداقل ما 60-70 هزار دلار هزینه اون مهمونی شده بود. البته اون شب خب یه همون 60-70 هزار دلار هزینه مهمونی در اومد بله. ولی با اینکه آقای سمنانی گفته بود من مچ میکنم هر چقدر که پول بیاد، ولی اون 200 هزار دلاری که قول داده بود که میدم اون شب داد که پول توی این سازمان باشه و ما بتونیم یواش یواش اهدافمون رو ببریم جلو. یعنی 200 هزار دلار مردم مهمانان اون شب نه خیر ندادم. قرار بود که هر چقدر پول میدن آقای سمنانی مچ بکنه تا 200 هزار دلار، ولی اون شب 200 هزار دلار رو داد، چون انقدر فضای فرهنگی زیبایی بود. ولی نمیدونم چرا بعضیا هم همکارای من بله. هم همکارای شما بله. به جای اینکه بیان مسائل مثبت رو نگاه بکنیم، یک آدمی رو یک سازمانی رو تشویق بکنیم بله. بگیم که آقا اینو ببریم، اول میایم یه انگی میزنیم روش، میگیم حالا واسه چی این کارو کرده، نکنه دومش بری جایی بنده، نکنه فلانه. آقا نیست، اینطوری نیست. به خدا اگر یه همچین مسئله‌ای وجود داشتش، اگر یک همچین چیزی وجود داشت، من باور کنین یک سانت قدم جلو نمیذاشتم. من حالا میگم فیلمو حالا آقای سمنانی حالا عکسشون اینجا هستش، ببینید چه جوان موفقی هم هستن، بسیار عالی. ایشون عاشق فرهنگ و هنر ایران هستش، دوست داره فرهنگ و هنر ایران رو بل. و
چند ساله ایشون در امریکا تشکر؟ ایشون از شاید مثلا در 12 سالگی اومده امریکا بخ... اصلا زبان فارسی هم همین از روی عشق و علاقه که داشتن. ایشون حتی مثلا اون موقعی که ایرونی ها تازه اومده بودن با اینکه اصلا مشغله کاری زیاد داره، یه رادیو فارسی در یوتا درست کرده بود ایشون هفته یه ساعت واسه اینکه کامل و فارسی رو از همین طریقا صحبت کردن با ما. این آدم عشق، این عشقو داره. چرا نمیخوایم قبول کنیم که یک آدمهایی هستن که به خاطر عرق میهن دوستیشون، به خاطر عرق فرهنگ دوستیشون، اگر امکانات مالی هم دارن، حالا من که امکانات مالی ندارم ولی از جونم ماله شما بودن. که امکان مالی داشتی داشتی اونم که گذاشتم. خب اولش هم واسه ما اون گرفتاری اومدن درست کردن، حالا واسه چی اینطوری شده، واسه چی اونجوری شده اینجا. خب می اومدین کمک میکردین، سقف رو نگه میداشیم، حالا این آقای سمناری بذارین کمک بکنی یه سقف بهتری درست بکنی. خب خوبه، چرا که نه، واقعا حالا اگر میخواین بله بریم مهمانی اون شب رو نگاه کنیم که آقای سمنانی هم 200,000 دلار کمک کرد. به ما چی میرسه؟ به شما بسیار اهداف بسیار خوبی و فکرهای بسیار چندم قشنگ فارسی صحبت کردن آقای سمنانی. آقای سمنانی اینجا میگم از عشق زیادی که به فرهنگ ایران داره و فارسی رو ایشون یاد گرفته، نوشتن فارسی رو خیلی بچه بوده اومده اینجا و ما الان دیگه تمام مکاتباتمون رو فارسی انجام میدهیم و خیلی جالبه وقتی صحبت میکنه ایشون راجع به خیلی مسائل فرهنگی که خب در ایران نبوده سوال میکنه. خیلی جالبه. حالا آقای مرتضی برجسته، اصلا اصولا این حاشیه‌های منفی از کجا سرچشمه میگیره؟ والا خیلی مسائل هستش. اگه بخوایم اینا رو بشکافیم، من فکر می‌کنم یه چندین ساعت باید بشینیم همینطوری یه سری روانشناس و اینا بیان صحبت کنن راجبش. یه سری خب شاید حسادت میکنن. یه سری میگن که خب چرا مثلا اونا شروع کردن ما نیستیم. در واقع من میتونم که به این سوال جواب بدم. ما یه بوردی درست کردیم، کلیدش رو زدیم، ولی قرار نیستش که ما باشیم دیگه، قرار نیستش که ما دیگه تا آخرش ادامه بدیم، ما بریم تموم بشه. نه، این باید بیاد، این سازمان باید بیاد دست جوونا، بیاد دست نسل جدید، نیروهای جوون، فکرهای جوونتر، و این فرهنگ ایران رو که در طول تاریخ بارها و بارها مورد هجوم اقوام بیگانه قرار گرفته، ایرونی‌ها با چنگ و دندون نگهش داشتن. درسته ما الان 40 ساله در تبعید هستیم، هنرمندانی که واقعا سالها نقش سازنده‌ای داشتن در فرهنگ و هنر و نویسندگی و هرچی مملکت ما، الان در تبعید هستیم هممون. ولی ایرانی هیچ وقت فراموش نمی کنه هنرشو، هیچ وقت فرهنگشو فراموش نمی کنه. هر گروهی هم که بیان، هر کسی هم که بیاد در رأس مملکت قرار بگیره و بخواد این فرهنگ رو از بین ببره، شما الان ببینید بعد از 40 سالی که گذشته الان چه هیجانی هفته آینده، من قول بهتون میدم در نقاط مختلف ایران برای زادروز کوروش هستش. بله. در پرسپولیس هست، در جاهای مختلف، هر بله. جایی که شما بریم ببینید چه خبر هستش. بله. الان شما جوان ها ببینید برگشتن فروهر میندازن گردنشون. بله. خیلی زیاد دستشون میبندن. بله. و افتخار میکنن. بله. واسه این که ما باید به فرهنگمون افتخار کنیم. بله. چون وقتی که صحبت میکنیم از وطن، آقای سپروان، ما راجع به زمین و خاک و هوا صحبت نمیکنیم. همه جا هست، شاید خیلی جا زیباتر از ایران باشه. وقتی که صحبت از فرهنگ و میشه راجع به سنت ها هستش، راجع به رسوم هستش، راجع به عادات هستش، راجع به وطن وقتی صحبت میکنیم، اینا هستش که تشکیل میده. 7000 سال، 7765 سال ما سابقه آریایی داریم. بله. 3500 سال هستش که ما زرتشت رو داشتیم. اینا که میگن کتاب نداره، زرتشت هم کتاب داشته، مکتب داشته. 2500 سال شاهنشاهی داشتیم. اینا رو کی حفظ کرده؟ اینا رو تمام همین مردم ایران حفظش کردن، تمام نسل ها. ما
اگر که شروع کردیم در نسل خودمون یک سازمانی رو در این گوشه دنیا درست کردیم، قرار نیست که دیگه ما باشیم. این میفته دست نسل جدید، نسل نیروهای جوان، و اونها باید ادامهش بدن. بله درست. بله خیلی ممنون، امیدوارم موفق بشین. اگر آقای سمنانی هم تشریف آوردن اینجا خوشحال میشم باهاشون یه گفتگو داشته باشم. حتما ایشون در این یکی دو دقیقه آخر من از بهیرم خواهش میکنم یه موزیک ویدیو از شما آماده کنم. شما خیلی خلاصه بعد بگید آیا دفتری در این رابطه تأسیس شده؟ اتفاقا خیلی سریع ما دفترمون رو باید درست بکنیم. همین امروز ما یک دفتر در ایرپورت لس آنجلس اونجا گرفتیم که بتونن بچه‌هایی که از اون طرف میان و امکان اینو ندارن که به ولی بیان بله. اونجا بتونن فعالیت های هنریشون از اون طرف؟ از طرف های اورنج کانتی، بله، سندیوگو، بله، بله، بله. سانتا مونیکا اونجا بله. بتونن فعالیتاشون رو تمریناشون رو ادامه بدن، کلاس میخوان بزنن. خیلی حالا خوب شد اینو گفت بله. اگر گفتن ال ایکس که مثلا اگر از اون طرف اومدن برن یه طرف اومدن نه نه منظور از اون هم و یه دفتر دیگه در همین ونتورا در ولی گرفتیم که کسایی که این طرف لس آنجلس هستن میخوان فعالیتشون رو شروع کنن. ولی من یک توضیح کوچیک بدم که این هنرمند فاندیشن مخصوص هنرمندان لس آنجلس و امریکا نیست. این تمام کسانی که خیلی از هنرمندای ما در طول این 40 سال در خیلی جاها پراکنده پخش هستن، در اروپا، در بلوک شرق، حتی استرالیا، در خیلی جاها، در همه جا هستن و ما کسانی که فعالیت های ارزنده ای کردن. فکر کردم که محدود بسیار این ما, ما مثلا از نویسندگانی که در اروپا الان هستن، در آلمان هستن، دعوت به عمل آوردیم. به زودی شب شعر، شب سخن براشون میذاریم که اینا بیان و بدونن که از اونها هم تجدید میشه و به اونها هم کمک میشه. شماره تلفنی فعلا ندارید؟ شماره تلفن فعلا نیست، ولی خب شماره تلفن خود من، آقای فتی، اندی، همه هستیم. هر کسی که تشکیلات اون هستش، وبسایت داره. الان من الان حفظ نیستم، هنرمند فاندیشن هستش .org. بله و اونا میتونن به وبسایت برن، از اون طریق میتونن تماس بگیرن. آقای مرزا مجلسی خیلی ممنون، خیلی تشکر، مرسی و امیدوارم که موفق باشی. و اینم در پایان بگم، درستی میخوای خدا بزی کنی؟ نه میخوام بگم آهنگ شما کم نه ابن علی کمشو پخش، آهنگ من شنیدن. این کار مهمتره، مردم باید کمک بکنن، این کارا با همکاری مردم باید صورت بگیره. اگر اونا پشتیبانی نکنن، اگر اونا نیان کمک نکنن، مسلماً به هر حال کمر این کار شکسته میشه. درسته. باید مردم بیان و کمک بکنن و ما و من واقعاً میخوام از مردم که بیان این بار روی این کار صادقانه و درست رو انجام بدیم و بریم جلو به هدف برسونیم انشالله. و هر حال امیدوارم که موفق و برنده بشید و از شما بینندگان عزیزم تشکر میکنم که نظرگر برنامه بودید. ما بعد از آقای مرتضی برجسته با مهمان دیگر صحبتی خواهیم داشت. بعد از پر آگهی ها برمیگردیم به قسمت دوم برنامه تاک شو گفتگوی خواهیم داشت. باز هم تشکر میکنم از شما، براتون موفقیت آرزو میکنم. مرسی از وحید عزیز، کارگردان فنی برنامه. توی سرزمین خورشید سر گل ها رو بریدن، روح سبز هر درخت و به گدا شدن کشیدن، جیر بندی شده بارون، دست شبنم و شکستن، پای هر شکوفه ای رو به حریم اره بستن، بوی تند خون و باروت نفس باد و گرفته، توی این هوا خدا هم دیگه از نفس میفته، همه کوچه و خیابون چه کبوده از غم نور، تفتکی مادرم ایران زخمیه به دست قانون، وقتشه I'm not afraid.